بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد موجودیت جامعه و جهان، انسان و افراد عادی، محبین تا محبوبین، دو وزان رحمتی در عالم هست. یک وزان رحمتی عام داریم که خداوند به ذره ذره موجودات مرحمت میکنه که میگیم وسعت رحمته کل شی، هر ذره ذره ای و هر رگ رگ موجودی رحمت پروردگار با اون همراهه. یعنی زمین، آسمان، جسم، سنگ، این بدن، روح این جسم، سنگ، بدن، اون رحمت الهیه. ما الان در انسان یا در حیوان خوب کشف میکنیم انسان یک تن، بدن، جسم داره، یک روح داره. ما باورمونه که انسان روح داره. این انسان، این حیوان باورمونه که یک جسمی داره و یک روحی داره. اما این انسان و حیوان یک رحمت عام با این جسم و روحش در حرکته. اون رحمت عام کشفش مشکل میشه، چون در دانش، در حکمت، در معرفت کمتر کار کردیم، ما روح رو، جسم رو اعتقاد داریم در انسان و حیوان، اما رحمت عام رو که با روح و جسم ما حرکت میکنه به این چندان اعتقاد نداریم. این که میفرماید داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمفارقه. خداوند داخل در موجودات است اما آلوده به موجودات نیست، خارج از موجودات است، جدا از موجودات نیست. این همون رحمت عامه. رحمت عام چون روح با ما همراهه. حالا ما در انسان، در حیوان جسم رو که میبینیم، تن و بدن و اینها رو که میبینیم، روح رو هم قبول داریم ولو نمیبینیم. برسه به گل که این گل هم جسم داره، روح داره، ما کمتر باور میکنیم. امروز از نظر علمی حیات و روح گیاهان بسیار ظریف و شکوفاتر از روح انسانه، چون اونا به ظرف طبیعت هستن، به ظرف زیست ارادی هستن، سلامتشون بیشتر از انسان هاست. انسان ها و حیوان ها بر اثر اراده و اختیاری که دارن بیماری زادتر از گیاهان هستن. گیاهان، جنگل ها، برین، اونا سلامتشون بیشتر از انسانه، چون این اراده انسان حیوان رو ندارن. بیماری ها در انسان، در حیوان، در شهر، در جنگل، هر جا که برید در انسان و حیوان بیشتر از گیاهانه. چرا؟ چون اونا ظرف طبیعت رو دارن. و در انسان بیشتر از حیوان بیماری ها. چرا؟ چون این اراده اختیار بیشتر داره، تصرف در طبیعت میکنه، تصرفاش سالم نیست، بیماریش بیشتر از حیوان. در حالی که قاعدتا باید انسان کنه حیوان بیمارتر از انسان باشه، ولی نه، انسان بیمارتر از حیوانه و گیاه سالمتر از هر دوه. و ما میپذیریم انسان روح داره، حیوان روح داره، اما ما که روح داریم یه رحمت عامه است که با ما هست.
داخلون فی الموجودات و خارجون عن الموجودات، لا بالموازجه ولا بالمفارقه. یه حقیقتیست، اونو میگیم رحمت عامه. ما کمتر به پی این مسائل بودیم، حوزه های ما هزار سال از دین هست میزنن، اما مفهوم بوده، از عبارت و مفهوم و اینا حرف میزدن. هیچ روانشناسی، جامعه شناسی، هیچ فرایند علمی، ظهوری، تحققی، آزمایشگاهی، مصداقی نبوده. این رحمت عامه که وسعت کل شی، مثل روح با تمام موجودات هست. اگر در انسان هست، اگر در حیوان هست، اگر در نبات هست، در اجسام هم هست، در موجودات هم هست، در ذره ذره موجودات و رگ رگ عالم رحمت عامه وجود داره. اگر نه ما نمیتونیم نفس بکشیم. کافر، مخالف، معانه، اونها هم که قبول ندارن خدا رو، رحمت عامه باشون هست. تمام موجودات لا تفاوت فی خلق الرحمن، خداوند فرق بین موجوداتش نمیذاره. این کافره، این مؤمنه، هرچی میخواد باشه، رحمت عامه وسعت کل شی. خدا به همه عنایت کرد. نفس میخواد بکشه، بدون رحمت عامه نمیتونه نفس حرکت میخواد بکنه، فکر میخواد بکنه. رحمت عامش او رو روح میشه. پس جسمش که جسمه، روحش جسمه، روح روحش میشه رحمت عامه. ما دو تا روح داریم، یه روح همین روحمونه، یه روح روح داریم که رحمت عامه. اینا همه دارن، سنگ و گل و خش نداره و به وزان کثرت روحش رحمت عامش توسعه داره. رحمت عامه نسبیه. نسبی یعنی چی؟ شما الان این وزنش این مقداره، روحش این مقدار کشش داره. روحش این مقداره، رحمت عامش اون مقدار کشش داره. بالاخره شما تو کامیون یه بنزین میریزی، تو چارچخ یه بنزین میریزی. انرژی که یه چارچخ مصرف میکنه با انرژی که یه کامیون مصرف میکنه مثل هم نیست. رحمت عامه پروردگار تحققش در موجودات به اندازه تعینات وجودیشونه، جسمشون، تنشون، بدنشون، روحشون. رحمت عامه لذا وسعت، وسعتش به اندازه وسعت موجوداته. و ما نتونستیم اینا رو ثابت کنیم. ما تو این هزار سال نتونستیم ثابت کنیم که انسان جسم داره، روح داره، روح روح داره، روح روحش رحمت عامه پروردگاره. ما با پروردگار نفس میکشیم. بی حتی حالا نمیشه نفس بکشیم، همونطور که بدون روح نمیشه نفس بکشیم، بدون رحمت عامه نمیشه نفس بکشیم. ما این هزار سال بخش دین همش از مفهومات صحبت کرده، مفهوم و چی و چی و اینا، مصداقی، علمی، آزمایشگاهی، تحققی، وجودی، حقیقی. ما بحث نکردیم اصلا که وقتی میفرماید رحمتی وسعت کل شی یعنی چی؟ یعنی ما یه جسم داریم، یه تن داریم، یه بدن داریم، یه روح داریم. این جسم و تن و بدن یه روح داره، اون رحمت عامه پروردگاره که فعلیه، فعل پروردگارم هست. ما به اون رحمت نفس میکشیم، ما به اون تنفس میکنیم. تعینمون، جسممون، بدنمون، نباتمون با اون رحمت عامه حرکت میکنه. همینطور که اگر این بمیره یعنی روح نداره، همینطور این اگر رحمت عامه نداشته باشه مرده هم نمیتونه باشه، چون با رحمت عامه مرده هم رحمت عامه داره، ولی مرده روح نداره، نفس نداره. رحمت عامه یک روح و روحه که در موجودات هست. ما نتونست
ما این 1000 سال 1400 سال اسلام اصلا علم نبوده تو ما، فقط مفهوم و نمیدونم اعمال و کردار و هیچ چیزهای خوبه، بعد همین علم، صنعت، آزمایشگاه، تکنیک، تجسم نبوده تو ما. رحمت عامه یک حقیقت با ما نفس میگیره، داخل اون فل اشیا و خارج اون ان الاشیا، لا بالموازجه لا بالمخالفه. رحمت عامه تو ما هست، با ما قاطی نمیشه. باید اینا رو 1000 سال ما دنبال میکرد، ثابت میکرد که کافر با رحمت عامه داره نفس میکشه، این جسم، این سنگ با رحمت عامه ایستاده، ایلا نابود میشه. این رحمت عامه هست مصداقی، یعنی آزمایشگاهی باید ثابت کنه. حالا ما آزمایشگاه نداریم، چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ که شما چطور میگی من روح دارم، نفس دارم، سر دارم، باطن دارم؟ شما یه رحمت عامه دارید، اون روح ایناست. اون رحمت عامه تو جسد هست، تو بدن هست، تو تن هست، تو روح هست، تو نفس هست، تو تمام اونا، همه شو کتبوداشون رحمت عامه هست. کافر و مسلمان و سنگ و دل و خشت هم نداره، انسان و حیوان و گیاه و نبات هم نداره. یک رحمت عامه پروردگار است که روح ماست. ما با حقیقت روحمون تعین داریم، یعنی با رحمت عامه. این رحمت عامه رو باید مثل نفس، مثل عقل، مثل فکر ثابت کنیم، ببینیم، نشون بدیم. این میشه رحمت عامه. یک کوه بدون رحمت عامه میریزه. این تسبیح اگر نخ نداشته باشه همش میریزه. این با این نخ رزمایش داره. رحمت عامه این نخ عالم وجوده که بدون اون هیچی نمیتونه تعیون، تشخص، حرکت، فعل، ظهور، بروز، حیات، حتی ممات داشته باشه. این رحمت عامه. اینا رو باید آزمایشگاهی کنیم، علم کنیم. فلسفه یعنی این. اینه چیه کتاب های فلسفی ما 800 سال علافی میگن آقا تو فیلسوف باید صاحب آزمایشگاه باشه، فیلسوف باید نشون بده، تجسم کنه، تعیون داشته باشه. رحمت عامه تو باشر وجوده و اعیانه و جسم مباشرش. روح ما رحمت عامه پرورده. این یک. دو، گفت مشتی حسن دنباله داره. رحمت عامه کافی نیست، سنگ داره من دارم، کافر داره من دارم، دشمن داره من دارم. رحمت خاصه من دارم، اون نداره. من دارم، این نداره. رحمت خاصه تفاوت در مخلوقات ایجاد میکنه. رحمت عامه تفاوت ایجاد میکنه، رحمت خاصه تفاوت ایجاد میکنه. رحمت خاصه چیه؟ کالوریش زیادتره، عیارش بیشتره، اونسش تراکم داره. رحمت خاصه تفاوت میاره، رحمت عامه ایش تفاوت میاره. رحمت خاصه حالا که پای تفاوت اومد، اینقدر تفاوت پیدا میشه، پیدا میشه، پیدا میشه، میرسی یه جایی که اولین و آخرین میشه. گفتیم انسان ها 3 دستن، عادی، محبین، محبوبین. یه دستن گفتیم در داغونان، اینا رو دیگه گفتیم اینا جزء حساب نیستن.
ببینید علم، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، اینا همه باید تنگ هم خودش نشون بده. چهار دسته ما بیشتر نداره. محبوبین، محبین، عادی ها، درب داغون ها. ما بیش از دقیق که بخوام حرف بزنم رو از ماشگاه خودم حدود 1 میلیارد ما انسان های درد و داغون داریم. نسه آدم نیستن، انسان نیستن، هیچی نیستن. یه موش تیکه باره درد و داغون مثل که تو انبار رفتی یه موش آتشخال ریخته. این آقا مایوس هست، بدبخت هست، بیچاره هست، تیکه پاره هست، درد و داغون هست. دیدید این نتیجه جنگا رو؟ یه موش دن بچه شیز خوری گنده جمع شدن. این من مایوس هست. این مایوس هست. نشستن یک کسی یه نونی، آبی، از نمیدونم سازمان ملل، سازمان دول، سازمان نمیدونم شیطنت، سازمان نمیدونم چی، هیچ چیزی به اینا بده. اینا آدم نیستن. جنگ اینا کشته نفله کرده. اون مرده، اینم که زنده است مرده. اینا آدم نیستن هستن. اینا رو نمیشه بگه محبین، محبوبین، عادی. اینا چی هم؟ اینا شکسته پیکسته ها. شما یه بوری افتاده شکسته، یه پارچ افتاده شکسته، یه آینه افتاده شکسته، یه فرش آتیش گرفته پاره شده. اینا چی هم؟ اینا نه آینه هم، نه شیشه هم، نه پارچ هم، نه بوری هم، نه فرش هم، نه کمد هم، هیچ چی نیستن. آشغال هم. من خجالت میکشم توضیح بدم و بیان کنم. ما 1 میلیارد آشغال درست کردیم. اینا روز قیامت قلفتی پوست ما رو خدا میکنه. چقدر داشته تو آشغال کردی؟ تو چقدر چه آشغال کردی؟ تو چقدر چه؟ تو اینو مایوسه شکوندی، درب داغونش کردی. میگه ما 6 میلیارد نمیدونم 10 میلیارد 7 میلیارد آدم انسان کجا حرف میزنه؟ دروغ میگه بی انسان. الان 1 میلیاردش آقا درب داغونه. سابقا ما گفتن العلماء باغون، ما وقتی درب و داغون. نه الان یه بحث العلماء باغون و ما وقتی درب و داغون نیست. الان 1 میلیارد ما درب و داغون داریم. یعنی اینا هیچ فرقی با آینه شکسته، با گوری خورد شده نداره. برید یه روانشناس نگاه میکنه 50 تا بچه و ریز و درست الان تو این کمپه، تو این چادره، تو این بیابونه. برید یه روانشناس بذارید آزمایش کنید. اینا مثل قور شکسته، مثل دیوان شکسته، مثل پارچ شکسته، مثل آینه شکسته، مثل لحاف آتیش گرفته، مثل فرش پاره پاره شده هستن. نه آدم نیستن. کی اینا رو اینطوری کرده؟ به آشغالا رو کی درست کرده؟ شیش خورده رو کی درست کرده؟ شما هیچ دیدید الان یه مجلسی، روزه ایست، سیزه به دری هست، شب که میشه چقدر زباله ریخته تو این بیابون، دشت، تو این صحرا، تو این چمنها. این 1 میلیارد اینا هستن. اینا همین زباله ها هستن. انصافا این آشغالا رو تو خیابون، تو بیابون کی ریخته؟ آشغالا رو کی ریخته تو این سیزه به در؟ این آشغالا رو کی ریخته؟ همه آدم ها ریختن دیگه. اینا رو کی درست؟ همه آدم ها درست کردن. از چی خیلی تردستی چشمندی نیست. ما 1 میلیارد آشغال درست کردیم. ما چند میلیارد کشتیم نفله کردیم ولیش. 1 میلیارد خورده ریزه داریم آقا. شیش شکسته و بوری شکسته و آینه شکسته و لحاب پارو نمیدونم فرش آتیش گرفته و همه درب داغون، درب داغون، درب داغون. شما برید نگاه کنید دیگه این جمعیت هایی که تمونده جنگ و نمیدونم بمب و چی و چی، همه اینجا یه بمب میذارن و همه یه مشتی رفتن. این هایش که اونجا موندن همه تیکه پاره، دست شکسته، سر شکسته. این دیگه آدم نیست که. قوری شکسته قوری نیست دیگه. چی میگفتن علما؟ آیا وزن برای صحیح هست یا برای اهم؟ حالا قوری یعنی قوری. اگه قوری شکست بازم بهش میگن قوری.
نه قوری اون که چیست توش جا بگیر، چای بریزی توی قوری نمیشه چای بریزی. آینه وقتی نگاه کنی آینه است، وقتی شکست چه شیشه است آینه نیست اصلا. ما 1 میلیارد شیشه خورده درست کردیم، آشغال پاشغال درست کردیم. اینی که خدا آفرید، اینی که خدا انسانش کرد، اینی که خدا بهش حرمت داد، بهش روح داد، به شخصیت داد، انسانیت داد، ما آقا آشغالش کردیم. این بشر از خیرگی اصلا این خیالش هم نیست. برید آمار بگیرید، من میگم 1 میلیارد، شما برید بیشتر 1 میلیارد. از بچه ها، طفل ها، زن ها، کوچیک ها، مریض ها، شکست میکست ها، درد ها، من مرده ها رو حساب نمی کنم، مرده ها مال برزخ، همین نفس رو کشه. اما آشغال اینا رو بذارید کنار، من اصلا از اینا صحبت نمی کنم. اینا رحمت خاصه ازشون افتاده. سه دسته محبوبین عالیات من الانسان، محبین متوسطات من الانسان، عادی همینه که تیر کل باید چیم بلستم، همینه که را بیرن شق و رق تو خیابونا را میرن. اینا رو میگیم پیاده نظام، اونا رو میگیم متوسطین سوار نظام، عالیات اونا هوا نظام هست، فضا نظام هست، اونا بالا نظام هست، تیاره هست، اینا سیاره هست، اینا راجل هست، آدم پیاده، راجل، پیاده هست. آقا میبینی 50 سال 60 سال چی کار کردی؟ میگه من زن گرفتم، 2 تا بچه دارم، 1 خونه خریدم، چیپ سامسونی دارم، گوشی موبایل دارم. نه من 2 تا خونه دارم. باریکالله. میگه تازه چین 2 تا زمین هم دارم. باریکالله. این راجله. محبین اینا که بابا از دنیا بری همش اینجا میمونه، اینا که مال تو نیست، خودت چی داری؟ سابقه تو لاتا این رس بود، یه گردن کلوف بود، یه مش نوچه داشتن. این نوچه وقتی زورش نمیرسید گفت حالا بهت میگم، میرم به فلانی میگم. گفت برو بابا تو خودت چی داری؟ من با فلانی دعوا نمیکنم اصلا. رسید میگم سلام علیکم حسن آقا. با یه گردن کلوف بود 600 تا نوچه داشت تو تهران، 600 تا. من اگه الان بگم اینا رو رفتم شمردم شناسایی کردم، یه روز یه کتاب میشه در میاد برای تاریخ مهمه، مسخرم میکنی. کار زندگی نداشتی تو. همینطوره که نداش میرفتم و گفتم اینا یه چیزیه، 600 تا. اینا پیاده نظام بودن، ولی نه اون پیاده نظام نبود. خدا به ما توفیق داده بود آقا، خدا خیر میخواد داده، خدا به ما توفیق داده بود. این چه همسازه ما شده بود، این حسن آقا دیگه. حالا طبیعتا آدم هیچ روش سوژه میشه دیگه. خدا توفیق داده بود، اگه این یه جدی خونش بود من چی کار داشتم به اون؟ من که فضول کسی نبودم، یکی اینی میورده همسازه من میکرد برای من سوژه درست میکرد. حالا من اینو دنبال کردم رفتم، او اگه یک علم لدنیه. پیاده نظام همینا که زندگی میکنه، یک کلو بگن چی فلسفا وقتی هم میمیرن تموم میشه. نهایت میگن آقا شما سلس مالتو میتونی اجازه بدی بگی چی کار کنن، ما وقتی به تو ربطی نداره. اه همشو من داره بردم، برو دنبال کاره. سالک که میگن یعنی سیاره، سالک یعنی متوسطی، محبین. تیاره میشن محبوبین، اونایی که عالیات من الانسان هم. پس اون چارمی رو اصلا بذاریم کنار، اون بایگانی، تا ببینیم خدا چیکار میخواد بکنیم با اونایی که شکسته درست کردن. راجلا اینا هم همین دلشون بخوشن، خونهشون، گوشیشون، ماشینشون،
4 تومن پولشون. بیشتر از اینم که نیست که. حالا بگو 2 تا پونه 3 تا نمیدونم. حالا بگو آقا یک صندلی، یک پستی، یه چیزی هم داره. تموم میشه. مرده رو که دیگه رو پست نمیشه بذاری. نمرده میره پایین. یه وقت صندلی میشکنه میفته، یه وقت صندلی نمیشکنه این میفته. رحمت خاصه تو این دوتاست، یعنی متوسطین و عالیات، یعنی سالک و طیاره، یعنی محبین و محبوبین، اولیاء خدا، انبیاء الهی. خب حالا رحمت عامه گفتیم روح اجسام موجودات بود، رحمت خاصه چیه؟ اون روح روحه، روح روحه. این 2 تا روح داره، 3 تا روح داره، 5 تا روح داره، 10 تا، 100 تا روح داره. یه موجود 100 روح داره. بله. حالا شما یه سنگ رو که میبرید تو آزمایشگاه چند تا لایه است؟ یه سنگ 30-40-50 تا لایه داره. شما یه درخت رو که باز میکنه چند تا لایه است؟ گاهی 100-200 تا لایه داره یه دونه درخت. عمرش چقدره؟ میگه 900 میلیون سال عمر داره. ما همش حضرت آدم 6000 سال پیش اومده به دنیا، 7000 سال پیش به دنیا اومده. شما گفتم 124 داده، من میتونم که 124 داده نبوده. بعد در هر پیغمبری هم 500 سال حساب کنید، شما 1,000,000 سال حساب کنید. 1000 تا 124 داده، یعنی 124 تا 1000 تا چقدر میشه؟ چقدر؟ 124 نمیرون تا 900 میلیون. ما خیال میکنیم سرته عالم مایی. بابا این خدا کنه کاره، این خدا خیلی حرفیه، همه رو گذاشته سر کار، بیکار سر کار، باکار سر کار، خوب سر کار، بد سر کار. رحمت خاصه رگ رگ ارواحیست که خدا به یک جسمی، به یک بدنی تعلق میده. این عیسی، موسی، ابراهیم، داوود، این یه خلوه روح داره، بدنش که چیزی نیست، یه خلوه روح داره، یه خلوه. برید تو روایات، ما دستجات روایات داریم که میفرماید نمیدونم این پیغمبر 4 تا اسم داره، اون 10 تا اسم داره، اون 20 تا اسم داره، اون 30 تا از اسما رو داره، اون 50 تا اسما رو داره. به ائمه معصومین که میرسیم همه اسما رو داره، یعنی همه ارواح عالم رو خدا به تو داده. اینا میشه رحمت خاصه. حالا این میشه اولین، این میشه نمیدونم چی 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 چی، یعنی اینقدر روح داره این معصوم، یعنی اینقدر رگ رگ وجود داره. هرچی بیشتر داره حالا محبوبی تره، هرچی کمتر میشه محبی تره. یه جا میرسه قریب المخرج میشه، بعید المخرج میشه، همینطور بالا پایین میشه. نه، میشه رحمت خاصه. ما چند تا روح داریم؟ رگ رگ روح ما چند تاست؟ لایه های وجودی ما چند تاست؟ اصلا ما دنبال نمی کنیم. اینقدر که ما به رخت و لباسمون ور میریم، اگه به روحمون ور رفته بودیم الان وضعمون از این بهتر بود. چرا؟ ما بیشتر به ظاهر لباس میبینیم. حالا ما تو روانشناسی میگه آینه و نمیدونم باسکول و بابا ما رو گذاشته سر کار. روح من چند تا رگ داره، چند تا لایه داره، من چند تا فاز هستم، من چند تا روح دارم، نفس دارم. محبوبین یک بی نهایت روح دارن. ما از ائمه معصومین غافلیم، اونا رو نمیتونیم خیلی برانداز کنیم.
انبیا، اولیای خدا، اینا فرقشون با ما سر رحمت خاصه است، سر رحمت عامه همونو دارن که همه دارن. این رحمت خاصه هی اومده از اون انرژی که پدر، مادر، زمان، مکان، محیط اصلا به شامخشون تزریق کردن، همینطور اومده تو این کالبد، تو این روح، تو این جسم. شما چرا میگید ائمه معصومین انتخابیه یا انتصابیه؟ انتصابیه، اصلا انتخابی نیست. علی اکبر با امام سجاد، نمیدونم بچه های علیه با هم شفت، برای چی؟ ما نمیتونیم بفهمیم اون یه دونهی که برای اسمت، اون یه دونهی که برای امامت، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. لذا میشه انتصابی. یا با تسعتون من ولد حسین علیه السلام، از این حسن چی؟ نه اون بزرگتره، اون قبل نه. چرا؟ آخه قربونه دارم خدایا، یه بوم داریم دو هوا رو. امام حسن، اولا حسین تصغیره دیگه، ها؟ حسین یعنی شکسته، یعنی کوچیک. حسن درشته، درسته بلنده. قربونه دارم خدایا، پس اسم اینه میذاشتی حسین حسن، اسم حسینه میذاشتی حسن، حسنه میذاشتی حسین. انصافا باید چی جور میشه؟ بهتر نبود حسن رو باید میذاش حسین، حسین میذاش حسن. اون وقت اشقاطی نکنی، حسینی که حسن اول بیم، حسنی که حسینه دوم بیم. من اصلا نمیدونم چرا این کار کرده. آقا این حسنه، این حسینه، این شکسته، این درسته. خب اینو حسینه بذار اینجا، حسن بذار اینجا. بعد ترتیبش، شما الان میخوای بچینی دیوارو چجوری میچینی؟ من نمیدونم چرا ای آقا نو تا معصوم میگه حسین، یعنی پس مسقرش میکنیم، این حسن هیچی از رده خارجش میکنیم، لاغل چهار تا از این نه هیچی اصلا. چرا؟ ما نمیتونیم، هرچی هم میگی بازم نمیتونیم. پس میبینیم که انتصابیه کار ما نیست. کدوم بچه های پیغمبر امام نیستن؟ کدوم معصوم؟ اصلا ما حالی میدونیم هنوز بعد هزار سال ما نمیدونیم معصوم یعنی چی. آقا معصوم یعنی چی؟ همه الان هم نمیدونیم، اصلا نمیدونیم معصوم چیه، چه برسه انتخاب کنیم. معصوم اونه که گناه نمی کنه. خب این دیوار هم گناه نمی کنه. معصوم اون رگرگ وجودی و اسماء ربوبی در جانش تکثر پیدا میکنه به جایی که بهش فشار میاره، میگه لعلما جمع، هیچ کس دیگه این حرف رو نزده، چون امیر المومنین صاحب ولایت کلیه بوده، یعنی حسن و حسین جفتشون جا قرق، هر دو قرق هم. جزا ببینید امام صادق فرمود به ما نگید امیرالمومنین، ما امیرالمومنین نیستیم، امیرالمومنین آقاست، چون اونه که حسن و حسین توش قرارن، رحمت خاصه. ما این هزار سال شما تو کتابای عرفان، فلسفه، حوزه اصلا هیچ خبری از محبوبی نیست. من شاید الان 30-40 جلد انوار کردم، تا 100 جلد از محبوبی میخوام. ظلم شده اصلا این هزار سال. هی هر چی ضعفا جمع شدن برای خودشون، با یزید بسطامی، ابو سعید ابوالخیر و محی الدین و حافظ و مولوی و من، اینا بابا اینا محبوبی اونم نیستن، محبه اینا پیاده نظام هست. چرا امیرالمومنین رو از رده خارج کردی؟ چرا ائمه رو از رده خارج کردی؟ چرا اینا رو نمیگید عارف، عاقل، حکیم، هیچ؟ اینا هم ننه مرده های آدم های معمولی، گرفتاره بی مربیه، بی استادی، لذا ترش میکردن، داغ میکردن. آقا ببینید ترش کرده، داغ میکنه، میگه
لیس فی جبتی الا الله، تو من غیر خدا نیست. او خدایی که تو توی خورما هم نیست. اگه خدا تو تو رفته بود که منفجر می شدی، می ترکیدی. لیس فی جبتی الا الله. من یه مثنوی نوشتم حدود 400 بیته، اومدن این آقا رو کشتم به محاکمه، گفتم توی جبه رو از کجا بلند کردی؟ نسبت چه به خودت میگی؟ لیس فی جبتی، جبه من، این از کجا دزدیدی؟ ما جبه نداشتیم. آقا این ترش کرده طفلک، آدم خوبی زحمت کشم، ترش کرده آقا، ترش کرده. الان میگه اولا میگه لیس فی جبتی، بگو لا اله الا الله. کی که کی بی دی ما نداریم، هو ها. اگه یه وقت خدمت کنید من بتونم شعرهای درجه شعرهاشون رو درست کنم، حرفاشون رو درست کنم، همش اشکال دارم، همش از رده خارج شده. دیروز گفتم یک لحظه غفلت کردم و 100 سال راه هم دور شد. یه حرف بی خودیه. یک لحظه غفلت کردم و عمرم همه دود شد. این شعر او چیه داری میگه؟ من عمرم همه دود شد. من میگم اگه زیر آسمان کسی گفته بیارید. یک لحظه غفلت کردم و عمرم همه دود شد. حبتت احمالا. اما یک لحظه غفلت کردم و این خیلی خوبه، مصرع اولش خوبه، دومیش مفت نمیارزه. عمرم همه دود شد. ببین با همون سیلاب با همون قافیه. اگه تو این شعرهایی که در 12 جلد حالا آماده چاپه اینا چاپ بشه، اونجا اومدم حافظ رو کشیدم به نخ. اینا چه میگه؟ حافظ یه قلمدر معمولی بوده، خدا بهش لطف کرده لفظش اینها. عرفان محبوبین، علی، ائمه معصومین، حافظ کجاست؟ مولوی کیه؟ محی الدین کیه؟ ائمه معصومین اینا جف القلم و به ما هو کائن، هستی خدا در دلشون گذاشته. خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس آمدن این محبوبین رو از رده خارج کردن. خدا هر کی میخوای بگی بگو، هر نام قمری رو بگو، بگو آقا هر چی میخوای بگو، ابو سعید اوکی هوا میره میپره اینطور، بگو بگو اب نداره، علی نگو، حسین نگیا، حسن نگیا، فقط اینا رو نگو، هر چی دلت بخواد. ما چقدر عارف دار شدی، یه دستشون بد نیستن، یه چیزایی بودن، اکثرشون دروغ بوده، اصلا قلابیه، اصلا شناسنامه ندارن، اصلا ندارن، چه ندارن. عرض کردم علما، عرفا، بزرگان ما، اونا که کتاب دارن ما حرمت داریم باشون. بالاخره من میذارمش ترازو میکشمش، ابن سینا، محی الدین، نمیدونم چی چی، معلومه اینا کی بودن، سند دارن، امتحانش میکنیم، آزمایش میکنیم، دیگه آقا این اینقدر دوده، اینقدر دوده. اونا هم که مال خودش نبوده رو میذاریم کنار، اونا که مال خودش بوده رو میرزیم رو ترازو میکشیم. آقا منصفانه، آقا ابن سینا کی بوده؟ مولا صدرا کی بوده؟ محی الدین کی بوده؟ حافظ کی بوده؟ مولوی کی بوده؟ شیخ طوسی، شیخ کلینی، شیخ انصاری، سید مرتضی کی بوده؟ سند دارن من میشناسم. لازم هم نیست 1 نفری، 10 نفری، 20 نفری. آقا این اینه شعراش هم میام آقا همینطوری آزمایش میکنی. میگم آقا هر یک لحظه غفلت کردم و خیلی عالیه. 100 سال عمرم دور شد. نه شاید مال اون موقع که مردم چاپا سوار میشدن خوب بوده، ولی اون زمان ها شاید شعر بوده. الان نه آقا، همین یه لحظه میبینی آقا 6 نفر تو جاده مردن، یه لحظه میبینی 200 نفر میمیرن. آقا یه لحظه شما ببین یه هواپیما بلند میشه، معلوم نیست کجا میره، 600 نفر. یک لحظه غفلت کردم و عمرم همه دود شد.
100 تا هواپیما است، یعنی 100 تا کشور با کشتی با هواپیما، معلوم نیست این چی شد، سوزن شد، رفت کجا، تو انبار کی، تو دریای کی. یه ما هم بازی کردن چون غلام سیاهشون هم بسوزه. چی میگن؟ جعوه سیاه، یه جعوه سیاه اونم نفله بشه. یه رحمینی 50 سال دیگه میگن آقا این 6 ماه پیش طراحی شده بوده فلان شده بوده. پس شما 100 تا هواپیما و کشتی و کشور ما رو گشته بودید سر کار؟ خب چه لزومی داشته این کار کردی؟ یه جامعه شناس خوب میفهمه، یه غیب شناس خوب میفهمه. شما دیدید اصلا نمیتونستن سوریه رو کنترل کنن، دیدی نمیتونستن. 70-80 تا کشتر رخته توش، همه دارن بزن بزن میکنن، مردم بدبخت هم اینجا ریگ و شن و همه دارن نفله میشن. دیدن نمیشه، طالبان خودش رسون دیگه، هیچ که راضی نیست این بابا بره. چرا؟ خب بدتر میشه، ما میخواستیم بیفته دست خودمون، اونی که من میخواستم بیفتم دست من، اون دیدن دیگه دست کسی افتادن رفته بیرون، زود آقا اوکراین رو زدن زمین، مسئله تموم شد. سابق چی میگفتم؟ هر روزی که زیرزمینی های افغانستان تموم شد یه لحظه تموم میشه افغانستان. عراق هم هم همه شاقا اینا دارن بازی میکنن با ملت ها. اون علما دانشمندانی که کتاب دارن سند دارن، آقا هیچ مشکل نداریم. مولا صدر آقا 100 تا کتاب نوشته، درست آقا همه رازم که این چون اینه 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 اون اونه اینه. ولی الان منصور حلاج، ابو سعید ابوالخیر، من اینا رو چجوری قبول کنم؟ حالو هم اتفاقا اینا رو بهتر میشه جا بندازی، چون شما ابن سینا و مولا صدر نمیشه دیگه بیشتر، چون نمیشه آبتوش بکنی، هرچی آبتوش رفته رفته، ولی اینا آبکشن، همه چی میشه آبتوش بکنی. بگو این تیل عرض داشته، نیل عرض داشته، این نمیدونم سمت و سما داشته، این سطنت و روح داشته، این مکنت و العیان داشته، این بگو. از کجا میگی دروغه؟ نه نمیگم دروغه. خب از کجا میگی راسته؟ یه چیزی بوده دیگه بالاخره. تمام این بازی ها رو راه انداختن، معصومین رو از کار بندازن. ما بریم به دنبال معصومین انشاءالله. اللهم صل علی محمد.